اینجا لس آنجلس، کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا. توجه، The Fame صرفاً یک شو موزیکال هنری و فرهنگی می باشد و به هیچ وجه به هیچ گروه سیاسی، دینی، مذهبی و یا نژادی تعلق و یا وابستگی ندارد و تهیه کنندگان، مجریان و سرمایه گذاران برنامه The Fame هیچ مسئولیتی در قبال نظریات و یا گفته های شرکت کنندگان و یا هنرمندان میهمان را در برنامه The Fame ندارند. با احترام، شهبال شپره. خب دوستان عزیز، خوش آمدید به The Fame. شما هر هفته این برنامه رو به نام دیگری می دیدید، به نام Fame Persia. ولی من پلو خودم فکر کردم که هرچی اسم کوتاه‌تر باشه کچی‌تر، به قول آمریکا راحت‌تر میشه باهاش ریلیت کرد. به همین دلیل اسم برنامه رو به طور کل گذاشتم The Fame. اگه یادتون باشه از اول این تبلیغی که میرفت، این پرومو همیشه میگفت فیم. خودم هم میگفتم به فیم خوش آمدید. اینی که از این به بعد خواهش میکنم ملاحظه کنید که اسم این برنامه The Fame. هر دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لندن از تلویزیون پربیننده ایران فردا پخش میشه. فیم، برنامه ای از شهبال شب‌پره. همینطوری که شما میدونید و بیننده این برنامه هستید، من سعی کردم که هر هفته یک برنامه متفاوت با دیگری بیارم، ولی فراموش نکنیم که همش در رابطه با شهرته. امروز شما رو میبرم به جایی که فکر میکنم یک فریز، یک جمله ای رو میبینید که من فکر میکنم این جمله همه چیز زندگی رو میگه. Love sees no color، که به ترجمه فارسیش یه ذره طولانی تر میشه ولی معنیش رو واقعا میرسونه. در چشم عشق ما همه عزیز و یکسانیم، یکسان از هر رنگ، دین و نژاد. خب این شما فقط تو این خط ببینید همه چیز گفته شده تو زندگی. وقتی شما رنگ‌های دیگری رو دوست دارید، نژادهای دیگر رو دوست دارید، ادیان دیگر رو دوست دارید، مثل مال خودتون میدونید، دیگه جنگ معنی نداره، دیگه صلح معنی نداره که راجبش حرف بزنیم. در صلح هستیم، در آرامش هستیم. یک ایرانی با یک واژه Love sees no color میاد و شروع میکنه دور دنیا این جمله رو با زبانهای مختلف با گروه بزرگی از بچه ها اجرا میکنه. Love sees no color, no race, no religion. We are the same. There's no color, no race, no religion. Only through love can we live as one. این کس اسم خارجیش فرد نصیریه، ولی اسم ایرانیش فریدون نصیریه. بریم با هم دیگه ببینیم این مرد تو این چند سالی که از مملکتش اومده بیرون چه کارا کرده و چرا با این آهنگ دور جهان سفر کرده. من در شمال ایران تولد شدم، ده کوچیکی اسمش بود حسن کیاده. همیشه خاطره خوبی دارم راجع به حسن کیاده. دم دریا بود و رودخونه سفیدرود در همونجا میریخت به دریای بحرخزر. من بیشتر ماجراجو بودم در زندگی، میخواستم جای بزرگتری، میخواستم دنیای غرب ببینم و روی این حساب تصمیم گرفتم. من پدرم منم به من کمک کرد، من پاسپورتم رو گرفتم و اومدم به امریکا. و
من 23 سالم بود وقتی رسیدم لس آنجلس. یه مدت کوتاهی در رستوران کار کردم، بعدا رفتم تو هالیوود اسکول آف کازمتولوژی. معمولا این کلاس 9 ماه طول میکشه. بعد از 3 ماه من اینقدر کارم خوب شد، منو گذاشتن اتاق طلایی. اونجا جاییست که آرایشگرهای دیگه امریکا میان اونجا بهترین دانشجو رو استخدام میکنن. از آرایشگری اومدم تو کار کلاگیس و من یکی از بزرگترین وارد کننده و دیزاینر اون کار شدم تو امریکا. بعد از کار کلاگیس من رفتم تو کار مود که من چندین مغازه در امریکا داشتم. یکی از مهمترینشون بود ستار وود تو لاس وگاس بود. خواننده ها، هنرپیشه ها، شومن های لاس وگاس و شوگرل های لاس وگاس بیشتر لباس هاشون همشون من میدادم، من براشون دیزاین میکردم. بعد از اون من رفتم تو کار تجارتی لباس. تمام خریدارا از تمام دنیا می اومدن به دیدن ما سالی دو مرتبه و با ما معامله میکردن. بعد از چندین سال موفقیت زیاد تو کار لباس و تو کار ریل استیت تصمیم گرفتم که طرز زندگیم عوض کنم. شروع کردم جستجو کردن که ما برای چی اومدیم تو این دنیا. ما نیومدیم تو این دنیا که فقط پول بسازیم، زن بگیریم، طلا بگیریم، بچه درست بکنیم، زج بکشیم، باز پول بسازیم، باز مریض بشیم، باز بمیریم. گفتم یه چیزی دیگه باید باشه تو این دنیا. در حسن که یاده عروسی که بود من همیشه میخوندم، آواز میخوندم، من همیشه عروسی رو شروع میکردم. یهو یادم اومد که من باید برم تو موسیقی. هیچ چیز دیگه برای من مهم نبود. موسیقی تنها چیزی که بود برای من مهم بود و تنها چیزی که من برای زندگی میکنم موسیقی. من تصمیم گرفتم که راجع به صلح تو این دنیا به وسیله موسیقی یه کاری بکنم. I have written the song Love Sees No Color, No Race, No Religion. We are the same as the rays from the sun. Only through love can we live as one. و این آهنگ برای من آهنگی بود که به طور کلی خود منم عوض کرد. وقتی که ما آلبوم انگلیسی Love Sees No Color رو داشتیم پر می‌کردیم، فارسی اینو با انگلیسی که خوندیم دیدیم که این بیشتر آهنگ بزرگتریه. برای این ویدیو من تصمیم گرفتم که بزرگترین جاهای تاریخی دنیا رو تو این ویدیو بذاریم. بزرگترین کارگردانای مملکت‌های مختلف رو ما استخدام کردیم در 18 مملکت مختلف. شوخی نیست. شما میدونی خرج این پروژه چقدر شد که با هواپیمای شخصی تمام این جاها این گروه برن؟ ولی آقای نصیری کوتاهی نکرد، به دلیل که یه هدف مقدس داشت. خیلی راحت با روی باز تمام این هزینه ها رو پرداخت. نه 1 میلیون، نه 2 میلیون، نه 3 میلیون، نه 4 میلیون، خدا میدونه چقدر. همینجاست که من به عنوان یه دوست و همکار میخوام از فرد عزیز تشکر کنم. اولین جایی که من شروع کردم مصر بود و این آهنگامو به عربی خوندیم.
من ازشون میپرسم چرا شما تصمیم گرفتین بچه ها رو فقط بیارین بخونم؟ و ایشون جواب میده: پیام من صلحه. پیام من که تمام دینای دنیا شما رو به همون یه خدا میبرن. چه کسی بهتر از بچه ها تو دنیای مختلف این آهنگ بخونن برای اینکه بچه ها پاکن. من سوالاتی دارم از آقای فریدون نصیری یا فرد نصیری که من فکر میکنم جواباشون شنیدنیه. بریم با هم دیگه گوش کنیم. شما چطور تصمیم گرفتید اصلا برید ایران؟ من قبل از اینکه این تور رو شروع بکنم در روز 3 ماه نشستیم و برنامه ریزی این تور رو کردیم. در ایران اسم خانم میلانی، تامین میلانی اومد. وقتی که پیشنهاد ساخت کلیپ Love Sees No Color به من شد، من متوجه شدم که کسی که این کلیپ رو تهیه میکنه آقایی به اسم آقای نصیری و خیلی کنجکاو شدم راجع به ایشون. یه شرکت پرودکشن انگلیسی با ما تماس گرفتن در مورد این پروژه و بعد از اینکه ما تحقیقات خودمون انجام دادیم، بسیار علاقمند به انجام دادن این پروژه شدیم به دلیل محتوایی که این پروژه داره و خدمتی که در جهت صلح جهانی انجام میده. من از کارشون خوشم اومد و از جرأتشون خوشم اومد و ایشون حتی زندان رفته برای چند تا فیلمی که ساخته. رفتم روی سایتی که به من معرفی کرده بودن فعالیت ایشون رو دنبال کردم، دیدم واقعا فعالیت ایشون جهانیه. کرم از ما جدا نیست. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نکیره. گل سنگم، گل سنگم، چی بگم از دل تنگم، مثل آفتاب اگه بر من نتابی شما ببینید یه کسی مثل نلسون ماندالا، این رهبر آفریقایی که داستانشو میدونی چندین سال در زندان بود ولی استقامت کرد. خب میبینید که آقای نصیری پلوی ایشون هم رفته. خیلی کسای بزرگ جهانو ایشون باهاشون مصاحبه کرد، حرف زدن، رفتن دیدنشون و در ارتباط با این مسافرت و با این آهنگ، با این تیتر Love Sees No Color. چقدر قشنگ یادم، هر رفعه من فکرشو میکنم. من یه چند سالی با ایشون بودم و خوشحالم بگم که بعدن دوستان دیگریم به ایشون معرفی کردم، مثلا شوبرت آواکیان اون زمان با بلک کت کار میکرد، خود من با آقای نصیری ایشونو پیشنهاد کردم که آقا شوبرت بیاریم و اینجا ازش استفاده بشه به دلیل اینکه این کارشو بلده و میتونه کمک بزرگ باشه. که خوشبختانه شوبرت هم اومد، با این وجودی که من 2 سال بیشتر اونجا نبودم اومدم، ولی شوبرت بعد من یه 3-4 سال هم بعد من موند که کارهای دیگر انجام دادم. در هر صورت من میخوام که شما رو یه ذره تنها بذارم و ببینید که این سفر ایران، ببینید ایشون گفتم که به اینجا رفتن، اینجا رفتم، به اینجا رفتم، به اینجا رفتم، به تمام این کشورها رفتن، هیچ کدومش مسئله نبود. حالا که ایشون تصمیم گرفت بری ایران، نگاه کنید
ببینید چه جوری میشه، ببینید چه اتفاقی میفته. ما خانم میلانی رو استخدام کردیم، ایشون گفتن ما میخوایم این کارو بکنیم. فهمیدیم که آقای نصری خیلی علاقمند هستن که این رو در تخت جمشید در واقع فیلم برداری بکنیم. 2500 سال پیش کوروش کبیر این دروازه آزادی رو برای تمام ملت‌های دنیا باز کرد. به نظر من آرزوی هر کارگردان ایرانیه که بره تخت جمشید و اونجا فیلم بسازه. ما حدود 100 تا کودک پسر و دختر رو از میان هزاران کودک دیگه انتخاب کردیم که در این پروژه شرکت کنن. برای اونها سعی کردیم از 22 ملیتی که در ایران حضور دارن از لباس‌های اونها استفاده بشه که بتونیم یک نمایشی از گروه‌های مختلف فولکلور ایرانی در این پروژه حضور داشته باشن. و خیلی علاقه‌مند شدم به اینکه حتما با ایشون کار بکنم. قبل از اینم که من برم ایران، هر کسی که شنید من دارم ایران میرم به من زنگ زد گفت ایران نرو. My cousins, I haven't seen them for over 23 years, and so this is it feels great to be in my country here. I haven't been here for many years. روز اول که رفتیم فیلم برداری بکنیم، این یکی از دایرکتورهای ما اونجا موش نشون داده شد. با وقتی ما شروع کردیم که بریم توی تخت جمشید، این آقا جلوی ما رو گرفت، از ما سوالایی کرد که شما کجا اومدین، چی کار میکنین. اینا ما اومدیم اینجا فیلم برداری بکنیم، خانم میلانی با ایشون صحبت کردن، ما رو راه دادن. سلام. بده دست بیار بالا. بیا. سلام. من نصری هستم. سلام. سلام. با. سلام. خوبی؟ سلام. 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 حال شما خوبه؟ من از آقای نصیری پرسیدم که در تخت جمشید همه چیز به خوبی پیش رفت؟ من از همون فرودگاه رفتیم تو تخت جمشید، بچه ها اونجا بودن، ما با بچه ها تمرین کردیم. یه آقایی بود که به من اون رقص درویش رو یاد داد که روز بعدش ما رفتیم تخت جمشید برای فیلم برداری. Thank you.
بار بگم چهی چیه این دستگاه کریوکه مثل چراغ جادوست هرچی بخوام همین توست یه سیم داره بزن پشت تیوی با فشار یه دکمه یه دنیا رو میبینی میکروفونش این شکلیه هم سیم داره هم نداره چون قیمتش با هم دیگه فرق داره آهنگ هست سازنده رو تو این کتاب پیدا بکن شمارش رو اینجا بزن شلش میاد نگاه بکن سرها چرا آهنگای خاطر ساز این توه پاپ و سنتی ترانه هاش این توه تو مهمونی وقتی همه دور همیم چقدر با هم حرف بزنیم با دنیای نوا بیا بخونیم و برقصیم و دست بزنیم برو به این سایت سر بزن این در اون در نزن دنیای نوا دات کام خوش آمدید ویلکم اشاره من حرکت دیگه میره همین جای هستین وسط این کار بی نظیره ناراحتی از اینجا شروع شد که خانم میلانی اومدی خورده دود درست بکنه که این صحنه تخت جمشید یه خورده ابری نشون بده ما خیلی خیلی با انرژی شروع کردم و خیلی فضای خوبی داشتیم ولی ناگهان دو سه ساعت روز اول ما کار کردیم بعد اومده ما رو بستن بیا بچه پشت من بیا پشت من بیا پشت من بیا من بابی پسرم وقتی اینا فیلم برداری نگه داشتن برای ما خیلی ناراحت کننده بود ما چندین ساعت همونجا تو تخت جمشید بایستادیم یکی یک گروه میگفت که آره میتونیم فیلم برداری بکنین یک گروه میگفت نمیتونیم فیلم برداری بکنین کسی که بیشتر ناراحتی رو درست میکرد اون آقایی بود که به اصطلاح نگهدار تخت جمشید بود باز من زنگ زدم با آقایی که از کنسولگری به من معرفی کرده بودن تو ایران دو مرتبه فردا به ما اجازه دادن فیلم برداری بکنیم I'm ready.
چی بفرمایید. خب این خانم من خارجی هستم. من زیر سوال برم چون ایشون حجابش افتاده؟ دو مرتبه روز بعد اون یکی خانم انگلیسی یه خورده یقش باز شد. این آقا باز دو مرتبه اومد، باز شروع کرد گرفتاری درست کردن برام. یه آقایی رو که بالاخره ما نفهمیدیم که آیا از مسئولین تخت جمشید بود، آیا خودش ابتکاری وارد عمل شده بود با در واقع به نوعی گیر دادن به حجاب یه خانم انگلیسی که تو گروه ما بود، سعی میکرد که این کار ما رو جلوش رو بگیره. Okay. We're going back to the hotel because we're irritating people. Just go. Everything is set up now. As time is start shooting right now. شما رو فالو میکنه بچه همون داره، لابلا هم داره بچه ها دیده میشه. فالو میاد دیگه، بیریم این بزیو بول میکنه. به من نگاه کن عزیزم، بزن لا را 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 به من نگاه کن، لا را 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 باز اومدیم فیلم برداری بکنیم. یکی از بچه ها تبل اومد که تبل بزنه، باز این آقای اومد گفتش که ما حق نداریم فیلم برداری بکنیم، اینجا موسیقی نباید بزنیم. گفت نه حرامه. گفتم خب پس ما روز عاشورا تاسوعا با چی میزنیم آهنگای عزاداری؟ خب با همین دمام و طبل و اینا میزنیم دیگه. کاری کرده بود همسرم که دیگه محکم کاری کامل بشه و هیچ خطری این گروه رو و کاری رو که ما میخواییم انجام بدیم ما تهدید نکنه. کلی مجوزهای لازم رو از مسئولین میراث فرهنگی، آموزش، پرورش، نیروهای انتظامی و غیره که لازم بود برای انجام دادن این پروژه، همه اونها رو دریافت کردیم و همه این مسئولین هم بسیار خوشحال بودن که ایران جزی از این پروژه باشه. یه دونه بزن، دو تا بزن، به تو چه من چند تا میزنم؟ اگر فیلم هایی که گرفتیم رو چیز کنیم، بودیم با آقای کیا قبلی بزنیم، ببر از اینجا بیدیم. خوشبختانه آقای نیکبین میدونست که این جریان خیلی داره حساس میشه و خطرناک میشه. هر قطعه فیلمی که ما میگرفتیم از تخت جمشید میفرستاد بیرون. من خودم با آقای نصیری و این گروه فیلم بردار 16-17 نفر از آمریکا اولین سفر رفتیم با هم دیگه به مصر. تو این گروه کارگردانی که از آمریکا میرفت با ما اسمش خیلی معروفه در آمریکا، اینقدر ویدیوها درست کرده که همه تاپ هنرمندا میشناسنش، به نام لارنس جوردن. قلبم ببین، نگاه کن قلب منو. آقا چرا اینجوری میکنی؟ آقا قلبم الان ایست میده. چرا علاوت میکنم؟ چجوری میزنه به تو؟ چه تو کی هستی که به من بگی چی بگیرم چی نگیرم؟ من
من تعجب میکردم آخه چرا مگه ما اینجا چه کار میکنیم جز این یه کار زیبا میکنیم، یک اعتبار ویژه‌ای برای ایران داریم کسب میکنیم. به هر جهت مجبور شدیم کارمون رو دیمه تموم بگذاریم. من نمیخواستم که امریکایی یا انگلیسی ها بیان بوم بندازن تو تخت جمشید و اونجا رو خراب بکنن. آمریکا چی؟ اونجایی که میزنه تخت جمشید. غلط میکنه. تیتره. نوشته. تیتر شده بود دیگه. من بعد از اینکه معمولا فیلم برداری میکنیم، بعد از رو اون روز آخر فیلم برداری ما بچه‌ها میاریم بهشون هدیه میدیم، بعد من یه سخنرانی میکنم. من وقتی این سخنرانی کردم، همین که از ذهن من در اومد که من در اسرائیل بودم، یهو دیدم که مردم خیلی مثل که عصبانی هستن. نه اینکه مردمی که ما رو داشتن نگاه میکردن، بیشتر همین مامورایی که اونجا بودن، مامورای لباس شخصی، خیلی مثل که متعصب شدن به این جریان. غم انگیزترین قسمت این ماجرا این بود که همسرم آقای نگین اومد به من گفتش که هر جوری آقای نصری و گروهو کمک کن برن از تخت جمشید. از زحمتتون تشکر میکنم، خیلی ممنونم بچه‌ها، شما عالی بودید. Well, did you guys get the rest of the camera guys? We got the tapes. They're following us now. Yeah, they're coming. Don't get worry. The tapes. We will get the tapes. Don't worry. You got the tapes. You guys got the tapes. Yes, it's all working fine. I had a very brief conversation with Mohammed on the way to the vehicle, but he said we were very close to being arrested, and that's why we had to get out of there as soon as possible, because they were about to arrest us. دلم می‌خواست این کلیپ زیباترین کلیپ در کل اون مجموعه 18 کشور بشه که متاسفانه به خاطر این فشارهایی که وارد شد نتونستم اون کار رو اونجور که دوست داشتم به پایان برسونم. من تصمیم گرفتم عوض اینکه برم شیراز به تهران، تصمیم گرفتم که برم شیراز به دبی، از دبی بیام امریکا. به دنیای نوادت کام، همه خوش آمدید، ویلکام. کریوکی چیست؟ دستگاهی است که در اکثر کلاب‌ها، بارها و رستوران‌های معتبر دنیا برای شادی و سرگرمی هرچه بیشتر مشتریان از آن استفاده می‌شود. با میکروفون کریوکی دنیای نوا، صدای شما همراه آهنگ ترانه از بلندگوهای تلویزیون و یا سیستم صوتیتان در یک زمان پخش می‌شود. در همین حال، متن ترانه نیز بر روی صفحه تلویزیون به زبان فارسی و یا انگلیسی برای شما نمایش داده می شود. در نتیجه دستگاه کریوکی ترانه را برای شما می نویسد، موزیک را پخش می کند و فقط صدای شما به عنوان خواننده آهنگ را تکمیل می کند. به کمک کریوکی دنیای نوا شما می توانید از مجموعه تنظیمات این دستگاه همچون کم یا زیاد کردن سرعت آهنگ و یا دیگر امکانات آن استفاده کنید. دستگاه کریوکی برای هر سنی، چه دختر یا پسر، زن یا مرد و با هر تون صدایی، این امکان را به شما می دهد که ترانه مورد نظرتان را بسیار نزدیک به صدا
و اجرای خواننده اصلی اجرا نمایید. و یا بهتر بگوییم دستگاه کریوکی شما را با تمرین به یک خواننده حرفه‌ای بدل می‌سازد. این دستگاه قابلیت ضبط صدای شما را نیز دارا می‌باشد. صدها ترانه خاطر انگیز نسل قدیم و جدید بخشی از مجموعه ترانه‌های موجود این دستگاه می‌باشد. همچنین مجموعه‌های دیگری از ترانه‌های خاطر انگیز در چیپ‌های مختلف برای شما آماده شده است که شما می توانید جهت آگاهی و تهیه آنها به بخش محصولات در وبسایت دنیای نوا مراجعه فرمایید. شما می توانید از کریوکی دنیای نوا به عنوان وسیله جهت سرگرمی سالم افراد خانواده و همچنین آموزش خواندن صحیح ترانه ها به فرزندانتان استفاده نمایید. فقط کافی است کریوکی دنیای نوا را با سیم رابط همراه آن به تلویزیون وصل نمایید، شماره ترانه مورد نظرتان را وارد کنید و شروع به خواندن کنید. پس منتظر چی هستید؟ کریوکی خودتون رو همین الان سفارش بدید. ما اگه بتونیم یه روز صلح تو این دنیا داشته باشیم، تمام مردم دنیا تو دهکده، تو شهر دست هم دیگه رو بگیرن برقصن تو خیابون، به خاطر یه روز صلح ما برای همیشه صلح خواهیم داشت. بسازیم دنیایی از عشق، پر از مهر، پر از نور، پر از شوق فردا، رسد فریاد ما تا اون بر ابرا. تا که در انتظار روز صبح در این دنیا. از همه شما ایرانی ها، مردم شیراز، تمام کسایی که با ما کمک کردن تشکر میکنم. از کارگردانمون خانم میلانی، آقای نیکان و تمام مردمایی که با ما کمک کردن، پدرهای فامیلای بچه ها، معلماشون، همه کسایی که از ما استقبال کردن خیلی تشکر میکنم. خدا حافظ. 5 decades of music history in the making of superstars. Search has begun for the next pop idol, the final destination, fame. به فیم خوش آمدید. من منوچهر چشم‌آزر هستم. بشنو هم سفر من، سال سبوت، سال فراز، ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، منم
من کاظم عالمی هستم. ای اله نو چشمای من میل به گریه دار کن که غم درون دیده و که جون منی عمر منی. فیم کوتاه‌ترین راه به هدف شماست. خوشحالم من و همکاران عزیزم برای اولین بار مسئولیت انتخاب بهترین استعدادهای جوانان ایرانی را در فیلم خواهیم داشت. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت thefamecontest.com رجوع بفرمایید. دیدار ما با شما در فیلم. خب دوستان عزیز، از این به بعد میتونید به این وبسایت با من تماس بگیرید. fameofpersia.com این آوش یادتون نره. fameofpersia.com اسم این برنامه هم The Fame. خدا نگهدار تا هفته آینده برنامه دیگر از The Fame. Oh,
hope and future, realizing what we have inside. Hearts of love, hearts of light, hearts of new beginnings, eager to find the answers we are seeking. How long must we all wait to see the light and live a life in peace? Why not hold on to love with all our might? It only takes love. The candle for the joining of our union, one for the faith of all mankind, one for love, one for thanks, all that we are given, celebrating life and love we are finding. Let's all unite in love and live as one.